جرگه مشورتی سال همان گونه که از نامش پیداست برای گرفتن تصمیم همگانی درباره سال برگزار شده. اما هنوز اعضای این جرگه با هم اختلاف دارند. من هیچ مطمئن نیستم. ما لازم است که اول بین خود سال کنیم. ما اول لازم است که بین خود سال کنیم، بعد از با طالبا سال کنیم. سیاسیون ما با حکومت باید سال کنه و باید ما اعضای جرگه باید بین خود سال کنه. اینا خیلی اختلافات شدید دارن و در حتیین هیئت اداری نام مشکل دارن. قرار بود اعضای این جرگه امروز بحث های بنیادی را درباره صلح آغاز کنند، اما اوضاع اینجا گونه دیگری است. اختلاف مشخصاً از 4 قوم افغانستان 4 نفر بر معاونیت پیشنهاد شد، اما تایید کردند. اما بعدش یک کس دیگر از برادرای پشتون را او را بر بجمع 4 نفر اضافه کردند که 5 معاون شد. اختلاف سرامی مورد چه شد پیش آمد. با این همه شماره از اعضای این جرگه خوشبین به نظر می رسند و می گویند که مشوره های اعضای جرگه در پایان خطوط گفتگوی سال را با طالبان مشخص خواهد ساخت. طرح ما را دلسوزانه به خاطر صلح افغانستان پیشنهاد میکنیم. اگر طالبان میپذیرند خوب، اگر نمیپذیرند شاید یکی از طرحهای ما پیشنهادی ما همی باشه که اگر بعد از مشوره شورای عالی مشورتی صلح طالبها باز هم با دولت افغانستان روی میز مذاکره نشینند، تاکید ما خود این بود که در برابر اونا از قوه قهریه باید کار گرفته شود. سوالات ممکن در رابطه با این باشه که فرضاً مذاکرات که با طالبان صورت میگیره در رابطه با حقوق زنان و یا ای که در رابطه با موضوع حکومت که آیا حکومت موقت تشکیل شود و یا این نظام پابرجا باشد و اکثر مسائلی که ممکن در او سوالات گنجانده شده باشد تبادل نظر صورت خواهد گرفت در کمیته های مختلف. قرار است فردا کمیته های جرگه مشورتی صلح درباره چگونگی صلح با طالبان دیدگاه هایشان را شریک بسازند. سبا ټول ورځ په کمیټو کې داخل کې په سولې په مورد بحث کیږي. کله چې دوی بحث وکړي راټول کړي بیا به انشاءالله رسنۍ سره شریکیږي. مشوره و خطوط سرخ گفتگوهای صلح با طالبان تا چند روز دیگر از همین تالار مشخص خواهد شد. اما به تازگی طالبان ای جرگه را نمایشی گفتند. دیده شود که نتیجه نشست چه تأثیر بر گفتگوهای صلح خواهد داشت. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.